که خواهش بکنم خوب به برنامه توجه بفرمایید. هر چند هر روز که میگذره خبرهای خرسند کننده ای از سرزمین اهورایی ما میرسه و مهرورزی های مردان و زنان ایرانی در رابطه با رهایی از این دین تازی و رجال دین روحانیون استعماری و تمام تشکیلات ضد ایرانی که در ایران مستقر هست، هر روز که میگذره امروز دیگه با این نسل نو خبرهای خیلی خوشی میرسه و بسیار از این نظر من شادمان هستم. اما از یک نظر دیگه که میخوام به آگاهیتون امروز برسونم شوربختانه اندوهگین هست. اول از همه من میخوام، چون بسیار با شما صحبت کردم در این ماهای اخیر در رابطه با پیرپاتالها و پیرزنها، پیرمردها، لچک به سرها، ریشوها، تازی پرستها که پا به پای مردم نمیرند، اینها همون تازیانی هستند که سالهاست در ایران مستقر شدن به گونه‌های مختلف، وگرنه مردم و ملت ایران از شمال تا جنوبش، از دریای مازندران تا خلیج همیشگی پارسش، اینها انسان‌های آزاده و دلیری هستند که میهن خودشون رو مثل جانشون دوست دارن. من یک فیلم کوتاهی به دستم رسید، یکی از دوستان فرستاد از ایران و گفت سیاوش عوستان این رو تو ببین و ببین این مادر مهربان، دلت مادر بزرگ هستن عملان، گفت اینا وقتی که انجام شده به سختی رفته نشسته و در گوشی گفته که اینو برای سیاوش اوستا بفرستید تا بدونه ما هنوز هستیم. یعنی این شیرزنان آریایی، این زنان سلحشوری که واقعا اگر ایران تو این هزارها مونده از فیل که بوده تبدیل به یک گربه، ولی من میگم شیر شده، به برکت همین مادرها بوده، به برکت همین دلیران و گردآفرینانی بوده که امروز این دختان رو پرورش دادن، این دختانی که امروز میخوام یک تیکای دیگه بهتونشون بدم. حالا این عروسی نوشه این بانو که نمیتونه راه بره، عصا رو میگیره دستش، با عصا میرقصه، از پشت سر جوان رعنا مواظبه که نیفته ایشون و همشون شادن. مطمئنم هم گریه میکنم ته دل. این مادر با چه شوقی، مادر بزرگ که میرقصه بعد آخرم روسریشو برمیداره و میگه توف به تو این نظام پلید حاکم بر ایران. ببینید این تاریخیست. حالا من از همه مهربان یارانی که این مادر بزرگ عزیز رو میشناسن، ازش خبر دارن، میدونن کجاست، خواهش میکنم برید و دستشو از سوی سیاوش اوستا ببوسید، پاشو از سوی سیاوش اوستا ببوسید، پایی که رقص کرد، دستی که دست افشانی کرد. و میدونم مثل این بانو در ایران میلیون هاست. من از همهشون میخوام خواهش کنم که این گونه برقصند، حتی اگر عروسی نیست، جشن زایش که هست، حتی اگر زایش و عروسی نیست، حتما جشن مهرگان و تیرگان و شهریورگان و اینا هست، ما عروس جشن داریم. برقصید مادر بزرگ های عزیز و فیلماتون رو بخش کنید، چون پیروزی امروز با شماست. ببینید دختراتون چه شجاعتی گرفتن، با چه شجاعتی میزنن این تازیان حاکم بر ایران رو، کتکشون میزنن، دیگه ترس نداره، دیگه دختر ایرانی ترس نداره. و اینها
پرورش یافتگان دست این مادر بزرگا هست. ما رو تهدید میکنه، از همون میخواد پین بگیره، میخواد ما رو بزنه. آره زنگه، آره زنگه، هرون فرده دخوابارون گله با دومه دار. من همجوری که میبینمش حال میکنم. گله دل نازو که خسته، گله پر پر نگو باده و آن بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. با پیرو و زرتشتی از کوروش و آن پشتی، برخیز به پای خود زین بیش و بونش کن. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. بیگانه در ایران است، بیگانه در ایران. فرمانده ی ما تازیم خانم دهنه تو ببند. آقای گودرزی زنگ بزنید باید ببرنش. خانم حواس دهنه تو داشته باش. گودرزی گفت ایشون بود. حواس دهنه تو داشته باش. آقای گودرزی زنگ بزنید. ببین داره توهین میکنه. خانم دهنه تو ببند. میدونم تو این اسلامه. دهنه تو ببند. بفرمایید. بفرمایید خانم. هر چی عقب مونده در بدن زنگ بزن داش بیا. خانم یعنی چی؟ بفرما بیرون. بفرما بیرون. جیره خو. بفرما بیرون. من خدا شاهده تمام فیلم تو همه جا پخش میکنم به جرم مزاحمت ناموس مردم. نگاه کن منو قشنگ ها پدرت هم در میارم. آتش 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 در جان شما. ای خصم ما، ای رهبر پرچینشان، میخوانیم با بود و نبود من، با شهیدان و شاهدان من. آزی نام تو ترانه. هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ بار از سجده هاست. میگن که خدا مهربان است، ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تاوان شب پس بدیم. میهن رو مردم ما خیلی دوست دارن، نشانه های میهنی رو بسیار دوست دارن. من این فیلمی که از این برادر مهربان دیدم که سر تا به پاشو پرچم ایران کرده، خیلی لذت بردم. و حرفهاشو که حرفهای بزرگی است، پر از درد و رنج دیرین ماست، این مرد رو میگم، این انسان رو آزم. دهنه کسی هستی که اومدی همچی سوالی از من بگونی؟ چی بگیم بهشون؟ چی بهشون بگم؟ بهشون بگم شما ها چی هستین؟ شما ها تله میدین، هنوز هم نفهمیدین. همه تون هم برگشین گفتین روح منی خمینی، کرخری خمینی. دقیقا. خب اومد بعد حالا تو این فکر افتاده اسم شدی. اوکی. تلسم آخوندا. اوکی. تلسم یارو رمالا. بله. خمینی وقتی اومد شما رو برد تو قبرستون. تو قبرستون میدونی چه معامله با اتون کرد؟ هیچ کدومتون نفرن جوانای بیچاره که به این درست نیست. این باباهای ما بودن که
خر بودم، حالا دهونشو ما باید پس بدیم. حالا قاطع بهتون بگم عزیزان من، در درون نظام پلید اسلامی تشنج و درگیری شدت گرفته و بالا رفته. در برنامه های اخیر چندین بار عرض کردم که رئیسی وزارت اطلاعات اسماعیل خطیب و خیلی از وزراش و حتی نیروهای پلیس و شهر بانی اینها گفتن ما به هیچ عنوان دیگه قانون حجاب رو عملیش نمی کنیم، یعنی مردم آزادن هر پوششی که میخواد داشته باشن. و در همین برنامه های پسین گذشته من با آگاهیتون رسودم که انسانهای پلیدتر از اینهایی که نوکران صدام حسین هستند، نوکران بیگانه هستند، لباس تنشون که بیگانه است، فکرشون هم بیگانه است و با مأموریت ویران ایران دارن کار میکنن، اینا الان که میبینن که نیروهای ایرانی در قدرت نه تنها مزاحم دختان آریایی نمیشند که حتی مزاحمین رو میگیرن. نمونه های بسیاری هست، فیلم های زیادی داریم. من این فیلم ها رو نشون نمیدم که کینه برای این عمرها افسرا سرهنگا اینا پیش نیاد، کینه ورزی نکنند و براشون فیلماشون نشون داد، ولی فیلم زیاد به دست ما رسیده که ماموران پلیس و ماموران لباس شخصی امنیتی، نه حزب الله یا بیگانه، نه این تازیانی که تو ایران اومدن میخوان خرابی و دمار برای ایران بیارن، اون انسانهایی که ایرانی هستن، این مزاحمین رو بازداشت میکنن، اینا رو میبرن کلانتری. حتی نمونه های زیادی درگیری در خیابان بود که یارو میگه آقا من سردارم، خودم من سردارم، تو کی هستی چرا میخوام بگیری؟ گرفتشو بردشو، حتی میخواست این خفه کنه. من میخوام بگم مردم، همچنان که از بچه ها دفاع میکنید، از دختره ایران دفاع میکنید، اینا رو کتک میزنید، کار خوبی هم میکنید، میزنید این فاشیستای غیر ایرانی رو، وقتی می‌بینید یک مأمور پلیس مزاحم رو گرفته و مزاحم می‌خواد ببره کلانتری اونها، اونجا تو پلیس را باید ازش حمایت کنی، پشتیبانی کنی. مأمور پلیس، پلیس ایرانی است. الان دیگه در خود سرزمین ما، در داخل ایران ما داریم. حالا چون الان این حد اعلاش رسیده و اینا انتخاباتشون هم در پیش هست، به خاطر رأی جمع کردن علکی، چون انتصابات انتخابات که نیست، برای که مردم رو شور داشته باشن که بیان صفا رو پر کنن، الان اینها این مسئله حجاب رو شما میبینید، وقتی که میبینید خانم با سگش رفته تو بال، میگه اسلام چه مزخرفیه، هفته پیش گفت میگفت حسین چه فلان، تا این حد اینها تحمل میکنن. و قاطع بهتون بگم بزنین اینا رو، اگر شما رو خدا نکرده برن کلانتری که اینا رو گذاشتین ولتون میکنن. فقط مشکل الان امین رئیس قوه قضاییه و باند قضایی است، که باند قضایی از اولی که عراقی ها حاکم بودن، چون موسوی شاهرودی که اصلا عراقی است، نوکر صدام حسین، سالها مأمور صدام حسین بوده، بعد میاد اینجا یادتون نره مأمور جاسوس که پیشونیش ننوشته که من جاسوسم، پیشونیشو میسوزونه که بگه من سجده کردم، بیاد ایران قهر کنه مردم رو. اون که قوه قضایی بود اصلا زاده عراق بود، شاهرودی رو میگم، لاریجانی که زاده عراق، پدرش هم عراقی بوده، نه همین نوکرهای صدام حسین و انگلیس و استعمار، خود اینها در رژیم جمهوری اسلامی وزارت اطلاعاتشون ثابت کردن، مصاحبه ها کردن افرادشون و گفتن اینها مامور انگلیسی هستند. الان این محسن اژه‌ای هم از همون نوجوانی، جدا از اینکه بیمار دکتر کاظم سامی روانپزشک و وزیر بهداری، اولین وزیر بهتری بعد انقلاب سیاه بود، مثل خلخالی مریضش بوده، اینها یک مشکل روانی که داره.